از اون سیدی و مولای و معتمدی و رجوای و ذخری و ذخیرتی فی آخرتی و دنیای سیدی و سید الکونای أبا عبد الله الحسين نيابة عن مولاي صاحب العصر والزمان ونيابة عن جميع خدمة الحسين عليه السلام صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء السلام عليك وعلى جميع المستشهدين بين يديك السلام عليك وعلى أخيك أبا الفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما فلعن الله من حال بينكم وبين ماء الفرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سون روز و شب چرا از غم کدام غم غم سلطان کربلا ارث الحسین حسین بر حسین مرثیه بخوان
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان، ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان. السلام على المهدي وعلى آبائه، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعص. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما حسینیان عالم، بینندگان شبکه جهانی و حسین علیه السلام. با برنامه تکیه بین الحرمین در خدمت شما هستیم به صورت زنده و مستقیم از بهشت روی زمین کربلا یا آقا ابی عبدالله صلوات الله علیه. خب شب جمعه است، شب رحمت و مغفرت، شب زیارت آقا سید الشهدا روحی له الفدا. ابتدای برنامه همونطور که میدانید شبهای جمعه ما نیابت خاصتری میگیریم از همه شما عزیزان و هر کسی هر گوشه این عالم مدال نوکری آقا ابی عبدالله و مدال خدمت با آقا سید الشهدا را به سینه دارد. کسانی که تاج نوکری را بر سر دارند نیابت میگیریم و عرض ادب و سلام و احترام خدمت آقا سید الشهدا روح له الفدا داریم. اما باز هم این تسکینی نیست برای دلهای جامانده از کربلا، کسانی که شوق زیارت آقا سید الشهدا روح له الفدا را دارند. شما عزیزان را عرض میکنم که هرچه این لحظات به غروب نزدیکتر میشود، هر هفته این حال و هوا بیشتر میشود، این تپش قلب بیشتر میشود. همطور که ملاحظه میفرمایید زائرین آقا سید الشهدا روح له الفدا گرد ذریح حضرتش هستند، دست رجا بلند کردند، تمنای وصال دارند. هر گونه که میتواند این دستش را میخواهد به ذریح مطهر آقا سید الشهدا روح له الفدا برساند، چون منسوب است به آقا ابی عبدالله. کسی که محب است، کسی که عاشق است، هر چیزی که منصوب به معشوقش باشد را طلب می کند، می خواهد. امیدوارم که قسمت و روزی همه شما بشه این لحظات را کربلا باشید. هر هفته چنین هستش، جمعیت را می بینید، شیعان عراق، محبین عراق واقعا در میدان حاضرن همیشه، ولی خاصه این هفته که شب جمعه آخر سال قمری هستش، شب جمعه آخر قبل از محرم آقا سید الشهدا روح له الفدا. حال و هوای کربلا هر فصل و موسمی حال و هوای خاص به خود دارد. ماه مبارک رمضانش گونه ایست، شبهای قدرش گونه ایست. حتما دیده اید مسافرت ها و زیارات مختلفی که آمدید، حتما محسوس شما بوده است. اما دهه اول محرم، در آستانه محرم آقا سید الشهدا، عجیب و غریب است حال و هوای کربلا. خادمین آقا سید الشهدا مشغول خدمت هستند، اهل وفاداری دارن سعی و تلاش میکنن که خودشان را به نظر آقا سید الشهدا روح له الفدا برسانن. موکب ها میزنن، داربست ها را سرپا میکنن، پرچم ها را علم میکنن، وسائل اطعام مردم را دارن مهیا میکنن. هر کسی یه گوشه ای از این سرزمین مقدس را، از این جنت الله فی ارضه را انتخاب کرده است و اونجا دارد خدمت میکند با آقا سید الشهدا روح له الفدا. و انشالله میزبان همه شما باشیم، میزبان همه شما باشیم در خدمت آقا سید الشهدا روح له الفدا. شب اول محرم کربلا باشید. وقتی که پرچم گنبد مطهر حضرتش را تعویض میکنند و این رنگ سرخ به نشانه عزا به رنگ سیاه مبدل می شود، انشاءالله باشید این لحظات رو در کربلا درک کنید. انشاءالله عرضم به خدمت شما که امروز مصادف است با یکی از فضائل حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین، خاصه امیر عوالم علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، نزول سوره هل اتی. میدونید خب سوره هل اتی در فضائل امیرالمؤمنین شمرده شده است. شأن نزول این آیات خاص، شأن نزول آیات خاصش این گونه بود که حسنین بیمار بودند. همه شما میدانید، فقط اشاره کنم، بیمار بودند. آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند، سبب بیماری را جویا شدند و در تلاش بهبود وضعیت جسمی حسنین از امیر المؤمنین خواست رسول خدا که نظری کن که اولادت شفا پیدا کنند. کسانی که الان درگیر این مریضی هستید، این بلای خانمانسوز هستید، آداب را ببینید کجا باید بیابیم، راهکارها را دادند. نظری کن
و طلب کن عافیت و شفای فرزندان خودت را از حضرت حق جل و علا. امیر عوالم فرمود نذر می کنم که 3 روز روزه بگیرم. حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها هم فرمود من هم 3 روز روزه می گیرم برای شفای فرزندانم. حسنین هم صلوات الله علیهما فرمودن ما هم هر نفر 3 روز روزه می گیریم. نکته ای که اینجا باید ما بیشتر بهش دقت کنیم در آستانه محرم، چه کنیم که اهل حریم آل الله شویم، چه کنیم که محرم حریم شویم. اینکه همه در تمنای حرم هستند بسیار عالی است، بسیار خوب است، نشانه ایمان است. اینکه باید در تمنای اهل حریم بودن شویم نکته ایست قابل اهمیت. حرم است و حریم. خیلی از انسان ها هستن، خیلی از شما عزیزان هستید، دورند از حرم های مشرفه، دورند از عتبات عالیات، ولی اهل حریم آل الله هستن، اهل حریم هستن. چه کنیم که اهل حریم آل الله شویم؟ چه کنیم که به مقاماتی دست پیدا کنیم که اهل بیت به ما نظر خاصه کنن و ما را جزء خودشان بدانن؟ در قبل از این که ما بخوایم عملی انجام بدهیم، قبل از این که ما بخوایم رفتاری داشته باشیم، حالا میترسم کلمه سلوک را به کار ببرم بعضی خورده بگیرن چرا این کلمه را به کار، حالا رفتار، ما در لفظ که دعوا نداریم، معنا و مفهوم برای ما ملاک است. کسانی که در پی رفتاری هستن، قبل از این که رفتار را داشته باشن، حضرات آل الله فرمودن شیعتنا مننا، هر زمین بود چه کنیم که مننا شویم. دارم عرض میکنم که فرموده ان شیعتنا مننا، میخواهی مننا شوی، میخواهی اهل حریم شوی، باید در زیر چتر شیعه ما در بیایی، یعنی صفت شیعه بودن بر تو بار شود، شیعه باشی. آداب شیعه بودن چیست؟ رعایت کنیم. شیعتنا من شیعنا، شیعیان ما کسانی هستند که از ما پیروی میکنن. نگاه کند انسان در کردار خودش، در زندگانی خودش، در رفتارهای خودش چه فرموده اند عمل کند، چه نهی کرده اند عمل نکند، دوری کند. با دوستان اهل بیت دوست باشد، با دشمنان اهل بیت دشمن باشد، اهل ولایت و براعت باشد. چرا این را عرض میکنم؟ چون فزه خادمه سلام الله علیها او هم گفت من 3 روز روزه میگیرم برای شفای حسنین. فزه خادمه است، خود را این گونه محرم حریم میکند، با اتباع، با دنبال روی، با مواسات. در آستانه محرمیم، این کلمات خیلی معنای دقیق و ظریفی دارد در اعمال مراجع به محرم آقا سید الشهدا روح الله فدا. اتباع، مواسات، مراقب باشیم. فزه هم می آید و او هم عمل می کند. فزه خادمه، حالا فضائلش مفصل است، در برنامه تکیه بین الحرمین هم راجع به فضائل حضرت فزه عرایزی را داشته ایم. اللهم بارک لنا فی فضتنا، دعایی که فرموده ان راجع به فزه خادمه. جلیل القدر است این بانو، از حبشه آمده است و مطالبی که راجع بهش است. کار به جایی برسد که 3 دعای مستجاب پیغمبر خدا به او وعده بدهد. کار به جایی برسد کربلا یاری حضرت عقیله بنی هاشم زینب کبرا صلوات الله علیها را به عهده داشته باشد و مطالبی که راجع به فزه می دانید که مدتی شد در آخر عمرش هر که از او هر سؤالی می پرسید فقط با آیات قرآن جواب او را می داد. یعنی غیر از آیات کلام الله از فم او، از دهان او، از کام او بیرون نیامده است. فزه خادمه چه کرده است که به اینجا میرسد؟ ببینید مواسات. مولا میفرماید روزه میگیرم، صدیقه طاهره میفرمایند روزه میگیرم، حسنین روزه میگیرند، فزه میگوید من هم روزه میگیرم، من هم در مواسات شما هستم، من هم در پی شما هستم. کسانی که دنبال این هستید که چرا محرم و صفر 2 ماه عزاداری،
چرا دهه های مختلف، چرا مناسبات. نگاه ما به مقام بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف هستش. رفتار حضرتش، فرمایشات حضرتش، فرمایشات آباء کرامش به ما گفته اند چگونه باشید آنگونه ایم. حضرتش شال عزا به گردن می اندازد، ما هم در مواسات با اماممان شال عزا به گردن. ول کنید حرفهای گوشه و کنار را. معلوم است راه مشخص است، باید اتباع امام داشته باشی. نماز جماعت را مثال زده هم می دانید، اگر زودتر از امام جماعت به رکوع رفتی یا خیلی عقب ماندی از امام جماعت، نماز تو باطل است، از جماعت خارجی، نه جلو می افتی نه زیاد عقب می افتی. دنبال روی امام. فزه هم قبول می کند. این مواسات فزه، این همرنگ شدن فزه در اعمال و کردار او را منا می کند و به این مقامات می رسند. حسن انشفا پیدا می کند، حضرات روزه می گیرند، نزد شمعون یهودی امانتی می گذارند، یا حالا بعضی از اقوال دارد که قدری پشم داد به حضرت مولا و حضرت صدیقه طاهر، آنها را تبدیل به نخ کردن، ریسیدن و عرضم به خدمت شما بردند و در مزد آن سا گندم گرفتن و 3 روز تبخ کردن، 5 قرص نان برای هر یک نان. اینها که عرض میکنم از تفسیر نور و سقلین هستش. روز اول مسکینی در خانه را زد، وقت افطار. حضرت مولا لقمه را مهیا کرده بوده است. دقت، همه اینها ظرافت دارد. مهیا کرده است حضرت مولا لقمه را. صدای دق الباب می آید، مسکینم گرسنه ام. غذای خودش را می دهد، صدیقه طاهره هم کرم می کنند، حسنین هم کرم می کنند، فزه خادمه هم کرم می کنند، غذای خود را همگان به مسکین می دهند. فقط با آب افطار کنند. روز دوم همین ملوان، سر افطار یتیمی دق الباب می کند. ببینید، راجع به مسکین، از همین رفتار، از همین روایت، از همین آیه برمی آید که کفالت مساکین با کیست؟ حضرت مولا. مسکین یه وقتی کسی از مال دنیا چیزی نداره، مسکین مادی است، خب اون یه بحثی دارد و اون هم باید کفلاء او، کفیل او باید به عهده بگیرد. تا آنجایی که دستورات اسلام ما این است که حکومت اسلامی باید او را متکفل شد. یه وقت مسکین، مسکین حقیقی است. فرق است بین مسکین مادی، از دار دنیا انسان چیزی نداشته باشد، فقر مادی و فقر حقیقی. کسی که در معارف مسکین است فقیر است، کسی که در توحید فقیر است، کسی که در شناخت امامش فقیر است، معلومات ندارد، علم ندارد، اینها را در روایات مساکین گفتند. و کسی که امام زمانش غائب است را مسکین گفتند. الان ما به حکم غیبت امام زمانمون مساکین آل محمد شمرده می شویم. در روایات هم اشاره شده در جایی که می فرمایند حضرات آل البیت مراقب مساکین آل الله باشید. می پرسند چه کسانی؟ می فرماید کسانی که امامشون بالای سر آنها نیست، غائب است از نظرها. این عرض میکنم که اگر حس میکنی مسکینی، باید دست گدایی را در خانه چه کسی بریم، سوال سائل چه کسانی باشیم. روز دوم یتیم می آید. یتیم چه کسی است؟ یتیم حقیقی داریم، یتیم مجازی داریم، کسی که پدر یا مادر ندارد، و یک یتیم حقیقی، کسی که امام زمانش بالای سر او نیست، مثل ما زمان غیبت حضرتش. یتیم در خانه چه کسی را باید بزنی برای اطعام، اطعام مادی جسمی حتی و اطعام روحی و معنوی. میان برنامه را ببینیم، حال و هوای شب جمعه دست بدهد. ادامه میدم. یا علی Say, I'm
صلی الله علیک و علی ابا عبدالله و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکر. با این لوجه اللهش هم کار داریم اگر فرصت بشود. دقایق و ظرافتی هست. روز دوم یتیم می آید، مسکینا و یتیما و اسیرا. بله یتیم می آید، یتیم را عرض کردیم، در خانه را میکوبد، امیر عوالم غذای خودش را میدهد، افطار خودش را صدیقه طاهره تعصی میکند، حسنین تعصی میکنند، فزه خادم هم تعصی میکند، باز همگان آب مینوشند و فقط با آب افطار میکنند. روز سوم به همین منوال سر سفره افطار دق الباب، این دفعه اسیر است، مسکین یتیم اسیر. تمام اینها مراتب دارد. یه زمانی میخواد یه وقت مفصلی داشته باشیم راجع به مراتب و ترتیب اینها سخن عرض کنیم خدمت شما. برای کسانی که اهل دقت هستند و دنبال ظریف کاری ها میگردن اینها خیلی زیباست. اسیر میآید. راجع به اسیر نکته ای را دقت داشته باشید. راجع به اسیر نکته ای قابل ملاحظه است. چه کسی اسیر می شود؟ چه کسی در بلادی اسیر می ماند؟ کسی که او را در جنگی یا ارزم به خدمت شما دفاعی او را گرفته باشند. پس جزء آن جامعه نیست، یک. دو، احتمال قوی مسلمان هم نیست، چون اسیر است دیگر. و عرضم به خدمت شما در تفسیر نور الثقلین اشاره می کند، آن اسیر می گوید من از اسراء مشرکینم. این اشاره به این هم دارد، دق الباب می کند. باز حضرت مولا طعام خودشان را اطعام می کند، حضرت صدیقه طاهره تعصی می کند، حسنین و فزه خادم سلام الله علیهم اجمعین. این آخری اسیر دیگه از آن حرف هاست که باید اهل فتن، اهل دقت بیشتر دقت کنن. این لطف حضرات آل الله، دقت، لطف حضرات آل الله در مظهریت یا رحمان حضرت حق است. وقتی مظهر یا رحمان شد همگان در نگاه او یکسانن، به همه کرم می کند، باران است، می بارد، چه شوره زار باشد، چه لاله زار باشد، در باریدن خودش فرقی بین دو وادی نمی گذارد.
رحمان است. رحیم بودن است که باید تلاش کنیم و به نگاه رحیمیت در بیایم، یعنی لطف خاص، رحمت خاص، که این خاص شیعیان و محبین امیرالمؤمنین صلوات الله علیه اجمعین هست. شما عزیزان، یعنی عرضم به خدمت شما، اسیر را هم اکرام می کند از جنبه مظهر یا رحمان بودنش. خیلی ظریف است، اکرام می کند، رسول خدا می آید، اوضاع را می بیند، اثرات گرسنگی را می بیند. یک نکته ای که شاید در چارچوب رسانه نباید گفته بشود، ولی من سعی می کنم به بیانی عرض کنم که هم مطلب را شما بیابید و هم دستاویز دشمنان نشود، و آن این است که جوع، جوع در خانه امیرالمؤمنین غوغا می کرد، غوغا می کرد. روایات بسیار زیادی در این زمینه داریم که مهم است مراجعه کنید ببینید چه بوده از وضع خانه امیرالمؤمنین، کسانی که کمون عالم در دستشان هست، کسانی که رشته کائنات در دستشان هست. اینها این گونه معیشت را انتخاب نکردند. در احوالات امیرالمؤمنین که دوست و دشمن اقرار دارد، دیک می دانم که جز دندان تو هیچ دندان لب نزد بر نان جو. چه می خورد امیرالمؤمنین؟ الا و ان امامکم اکتفا من دنیا به طمره و من طعامهی به قرصهی. امام شما به دو دست لباس کفایت کرد در دنیا و دو قرص نان. خب دلیل دارد. اگر خاطرتون باشه یک مرتبه اشاره کردیم گذرا، و آن اشاره را الان داشته باشیم که جواب سوال هایی که در اذهان است داده شود. این جوع چیزی است که حضرت حق میپسندد. مولا آن ولی مطلق الهی، کسانی که صاحب ولایت کلی هستند، آنگونه خود را قرار می دهند که منظور نظر آن ناظر حقیقی قرار بگیرند. روایاتی که دارد راجع به جوع ارزم بخیرم و مذمت پرخوری و سیرخوری، ملاحظه بفرمایید، دستتون میاد مطلب اشاره کردیم، اهل دقت و فضل حتما برداشت میکنم و مطلب را معلوم میشه برشون انشاءالله. اسیر می آید، اطعام می کنند، رسول خدا می آید، اوضاع را می بیند، صلوات الله علیه، دست به آسمان بلند می کند، جبرئیل وحی در خدمت نازل می شود، مواعد بهشتی می آورد، مائده بهشتی می آورد، طعام بهشتی می آورد، همان گونه که برای حضرت مریم مادر عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام مائده بهشتی نازل می شود. کلما دخل علیها زکریا وجد عندها رزقا. هر وقت حضرت زکریا نزد او میرفت، رزقی را، یعنی خوراکی را نزد او میافت. یا مریم و انالکی هادا، که آیات مخصوص به خودش و تفاسیری که وقتی که برای مریم سلام الله علیها مائده بهشتی نازل شد، و دیگر جاها من و سلوا قرآن اشاره میکند برای حضرات آل الله به طریق اولا نازل میشود، نازل می شود، همگان از آن می خورند و به همان هیئت باقی می ماند. این از خصوصیات مائده بهشتی است. از خصوصیات دیگری که مائده بهشتی دارد این است، دقت کنید، اگر کسی رزق او شد، حالا که مجلای آن برای همگان مسدود است، چون امامی نیست که در ظهور که بخواهد از این سفره‌ها داشته باشد و دیگران فیض ببرند، شاید خواص باشند، ما خبر نداریم، ولی قاعدتا در زمان غیبت است. اگر کسی از مائده بهشتی میل کرد، بهشت بر او واجب می شود. این طور بگم مطلب معلوم شود. غیر از بهشتیان کسی نمیتواند از مائده بهشتی میل کند، یعنی باید بهشتی باشد تا بتواند میل کند، و الا محال است. یعنی خداوند علی اعلا این گونه قرار داده است و عین عدالت است، چون عدالت وضع و شی فی موضعه هستش، قرار دادن چیزی در جای خودش. آن بطن غیر مؤمن محل مائده بهشتی نیست، نمیتواند میل کند.
رضا به سلمان فارسی بر سلمان محمدی سلام الله علیه اکرام میکنن از مائده بهشتی و او تناول میکنن یا دیگر اصحاب. عرضم به خدمت شما اینجا یه روایت مناسب است با ایام و لحظات. سید الشهدا روح الله الفدا بیرون می آید از خانه، به دست مبارکش لقمه از آن طعام بهشتی است. زن یهودی حضرت را می بیند، خطابی به سید الشهدا دارد، به کلمه حضرت را صدا می کند که من محضر سید الشهدا روح الله الفدا و قمر بنی هاشم حیا می کنم و لفظ را به کار نمی برم. در تفسیر نور الثقلین مراجعه کنید ببینید، البته تفسیر عربی است، ببینید خطابی می کند و حضرت سید الشهدا به او می فرماید این قضا از بهشت برای ما آمده است، تمنا می کند، دست دراز می کند که او را بخوراند. سید و شهدا روحی له الفدا، یهودی، یهودیه، بی ادبی هم میکند ولی طلب میکند. ببینید مردم عالم در خانه چه بزرگواری هستیم و لباس عزای چه آقایی را میخوایم بتن کنیم. در این حال سید و شهدا به او کرم میکند، دست را در اکرام و انعام بلند میکند. ابی عبدالله بلا فاصله جبرئیل نازل می شود و آن لقمه را می گیرد و نمی گذارد به زن یهودیه برسد. عرض کردیم جایگاه مائده بهشتی بطون بهشتی است. قاعده خدا به هم نمی زند، خدا قواعدش را به هم نمی زند و می رسد. سید الشهدا برمی گردند و خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله می فرماید اگر چنین نمی شد و این اتفاق نمی افتاد، این مائده بهشتی باقی می ماند تا روز قیامت اهل بیت من تماما از آن اطعام می شدند. این تقریبا گزیده ای از اتفاق امروز و نزول این آیه. اینها رو گفتم برای جمله آخرش، در این که در خانه سید الشهدا گدائی می کنیم، افتخار می کنیم، آقاییست که همه عالم را می دارد و لطفش عام است، لطفش عام است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. شب جمعه است، شب رحمت و مغفرت، طلب رحمت و مغفرتی برای همه اموات داشته باشید، خاص کسانی که گریه کن آقا سید الشهدا روح الله الفدا بودند. به ما هم دعا کنید بتوانیم در خدمت باشیم، خدمت شما عزیزان، و انشالله سید الشهدا آن را که عنایت کرده باشند بر زبان ما جاری کنند و ما به خدمت و عرض همه شما برسانیم. شاید قدمی باشد در کسب معارف حضرات آل الله. هر جا هستید هدیه محضر امام رضا صلوات الله علیه صلوات خط کنید. یا علی، خدا نگهدار. زمین کربلا تا دین شکستم، جوانان یک به یک بردی ز دستم. زمین کربلا فصل بهارم، زفون نوجوانان لاله زارم. زمین کربلا باهی لبازی، عجب کردی و تو مهمان نوازی. زمین کربلا باهی لبازی، عجب کردی و تو مهمان نوازی.